سلام به شما دوستای گلم در رادیو سلامت امیدوارم حالتون خوب باشه من پگاه هستم با ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان ده نشانه یه دهنده یه بدن درباره سلامتی که نباید نادیده بگیرید با من همراه باشین و همینطور لایک و سابسکرایب کردن ما رو هم فراموش نکنید در صورتی که میخواهید تا جایی که ممکن است سالم و متناسب بمانید نباید نشانه های هشدار دهنده بدن درباره سلامتی را نادیده بگیرید در عوض باید هر گونه مشکل و تغییری در بدنتان را به دقت بررسی کنید شما بدنتان را بهتر از هر کسی میشناسید بنابراین در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد متوجه خواهید شد درد قفسه سینه باور کنید یا نه بیشتر از سی دلیل برای رنج بردن از درد قفسه سینه وجود دارد هرچند داشتن درد قفسه سینه ممکن است ناشی از چیزی ساده مثل سوزش سر دل رخ دهد اما ممکن است نشانی از احتمال رخ دادن حمله قلبی هم باشد بهتر است که ریسک نکنید و از این درد قافل نشوید اگر دچار ضعف تنفس خستگی عرق سرد ضربان قلب نامنظم یا سریع هستید یا حتی در مورد این درد احساس نگرانی دارید حتما به پزشک مراجعه کنید خستگی همه یادم ها ممکن است بخشی از روز را احساس خستگی کنند اما اغلب دلیلی برای آن وجود دارد ممکن است شب گذشته را خوب نخوابیده باشید یک هفته شلوغ را سپری کرده باشید یا به نوعی تحت فشار بوده باشید اگر احساس خستگی شما دلیل خاصی ندارد، ممکن است چیزی در بدنتان در شرف وقوع باشد. ممکن است وقت آن رسیده باشد که بدنتان را تحت بررسی قرار دهید. شاید به نوعی اختلال تغذیه یا مشکل تیروئید مبتلا شده باشید. سردرد هنگامی که سردرد دارید بدنتان تلاش می کند چیزی به شما بگوید. بسیاری از آدم ها به جای اینکه به پیدا کردن عامل ایجاد کننده این درد بپردازند سعی می کنند درد را با داروهای مسکن آرام کنند و امیدوارند که این مشکل خود به خود حل شود. اگر نوشیدن مقدار زیادی آب و تنفس هوای تازه کمکی به تسکین دردتان نمی کند و اغلب دچار سردرد می شوید، وقت آن رسیده که به طور جدی اقدام کنید. شاید دهیدرات شدن بدن یا دلایل دیگری مانند کمبودهای تغذیه‌ای، کمبود خواب یا استرس مسبب رخ دادن سردردهای شما باشند. حرکات نامنظم روده یک تصور غلط رایج وجود دارد مبنی بر اینکه داشتن حرکات منظم روده به این معنی است که باید هر روز عمل دفع را داشته باشید بدن آدم ها با هم متفاوت است بنابراین متخصصان پزشکی بر این باورند که دفع کمتر از سه بار در هفته به معنی نامنظم بودن حرکات روده است اگر متوجه شدید که حرکات روده ایتان نامنظم شده یا تغییری در مدفوعتان دیدید، حتما به پزشک مراجعه کنید. کاهش وزن غیر برای کسانی که در تلاش برای از دست دادن وزن هستند، چنین اتفاقی بسیار جذاب است. اما واقعیت این است که کاهش وزن بدون تلاش می تواند نشانی از وجود یک مشکل جدی باشد. ممکن است به دیابت، سرطان، عفونت ویروسی، بیماری روده، افسردگی یا هر بیماری دیگری مبتلا شده باشید. هرچه زودتر به پزشک مراجعه کنید. خالو ککومک هرچند که قرار نیست برای هر نقطه لک و علامتی روی بدنتان بلافاصله به پزشک مراجعه کنید اما در صورتی که متوجه شدید خال جدیدی روی بدنتان ایجاد شده یا خالی که قبلا داشتید در حال تغییر کردن است بهتر است نزدیک پزشک بروید لک یا خالی که نامنظم یا قهوه‌ای رنگ است ممکن است نشان دهنده ابتلا به ملانوما یا سرطان پوست باشد کم شدن حجم موها هرچند زمانی که یک مرد تاس می شود معمولا ضرورتی برای مراجعه به دکتر وجود ندارد اما همین اتفاق در مورد یک زن میتواند کمی غیر معمول باشد اگر متوجه شدید که موهایتان بیش از اندازه ریزش دارد و حجم آن به طور قابل توجهی کم شده، وقت آن است که به یک پزشک مراجعه کنید. ریزش مو تواند علل زیادی داشته باشد از جمله های خود ایمنی یا کمبود مواد مغذی. خور و پوف. خور و پوف می تواند در بروز بیماری قلبی نقش موثر داشته باشد و در عین حال باعث خستگی و کاهش میزان اکسیژن بدنتان می شود از پزشکتان بپرسید که آیا ممکن است آپنه خواب دلیل خور و پوف باشد و یا اینکه از دست دادن وزن می تواند به مبارزه با آن کمک کند یا خیر تشنگی شاید به دلیل فعالیت هایی که داشته اید واقعا بدنتان به آب نیاز دارد اما ممکن است یک مشکل جدی در بدنتان سبب احساس تشنگی مفرد در شما شده باشد میل زیاد به آب و تشنگی مکرر می تواند نشانی از مشکلات قلبی و کلیوی و همچنین دیابت نوع دو باشد ترک لب ترک خوردن لبها معمولا نشانه است از اینکه شما دچار کمبود ویتامین ب هستید که میتواند منجر به کمخونی و اختلالات مرتبط با آن شود زمان آن رسیده که ویتامین ب دوازده را به میزان فراوان دریافت کنید پاپکرن نمک روغن زیتون و حتی فلفل بخورید بهتر است به جای اینکه این دردها را با دارو مخفی کنید به پیدا کردن مشکل ریشه‌ای بپردازید یک رژیم غذایی متعادل را دنبال کنید ورزش کنید در حفظ وزن مناسب بدنتان کوشا باشید و برای معاینه فیزیکی به طور منظم به پزشک مراجعه کنید مرسی که با من همراه بودین امیدوارم تنتون سالم و لبتون خندون باشه تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار